رحمان الرحیم. بحث راجع به غسل‌های واجب و غسل‌های مستحب بود. غسل‌های واجب رو عرض کردیم و حالا نوبت به غسل‌های مستحب میرسه. غسل‌های مستحبی زیاده و از همه غسل‌های مستحبی مهمتر غسل جمعه هست که اینقدر تاکید شده که شاید بعضی از آقایان علما حتی غسل جمعه رو واجب می‌دونستن. و تأکید شده به اینکه اگر غسل جمعه رو ادامه بدن بدنشون در قبر نمیپوسه. کتابی هم نوشته شده و این کتاب خیلی مفصل و قطوره در رابطه با جسدهایی که چند صد سال ازش گذشته و همچنان سالم تو قبر باقی مونده که علتش رو میگن ادامه دادن به غسل جمعه هست. وقت غسل جمعه از اول روز جمعه هست تا ظهر که به قصد ادا انجام میگیره و تأکید شده است که حتی المقدور پیش از ظهر جمعه این غسل انجام بگیره و اگر تا ظهر انجام نداد تا غروب بدون اینکه قصد ادا و قضا بکنه انجام بده و اگر آب گیرش نیامد یا نشد یا نتونست این به اصطلاح مستحب است که تا ظهر شنبه این غسل را به قصد قضا به جا بیاره و اگر روز پنجشنبه کسی یقین پیدا کرد که روز جمعه دسترسی به آب پیدا نمی کند که غسل کنه، از ظهر پنجشنبه تا شب جمعه این فرصت دارد بر این که غسل جمعه رو جلو بندازه، یعنی تقریبا از ظهر پنجشنبه تا ظهر شنبه این وقت انجام غسل جمعه است، حالا یا به قصد ادا یا به قصد قضا که اگه شنبه انجام داد به قصد قضا و اگر صبح جمعه تا ظهر انجام داد به قصد ادا و از ظهر تا غروبم قصد ادا و قضا نداره، همینطور به قصد غسل جمعه غسل بکنه. این مستحب مؤکد هست. صلوات بفرستید.